دستان شماست. با درود به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره. تسلیت میگم به هموطنانمون در درون کشور که تعداد زیادی از فرزندان دلیر و مبارز کشورمون رو در راه رهایی ایران از دست دادیم. به ویژه خانواده هایی که در این چند روز داغدار فقدان عزیزانشون بودن، یا بهتره بگم عزیزانمون. بینندگان گرامی، به دلیل وقایع اخیر و اعتراضات گسترده هم‌میهنانمون در درون مرز، این هفته روند برنامه عادی سیمای کنگره رو متوقف کردیم و ضروری دونستیم تا نشستی داشته باشیم با تنی چند از مسئولین سازمان‌های همگرایی ملی ایرانیان هما تا نقطه نظرات اونها رو در رابطه با وقایع اخیر در داخل ایران جویا بشیم. خب ارتباط تصویری رو برقرار می‌کنم و توجه شما رو به این برنامه جلب می‌کنم. با هم ببینیم. با درود به همه هم‌میهنان عزیز در سراسر جهان و به خصوص هم‌میهنان دربند ما در درون مرز. با سپاس از بانو صفای گرامی و همچنین با سپاس از کارگروه تولیدات کنگره رهایی ایران برای تهیه این آماده کردن این برنامه که پخش زنده بشه. همونجوری که بانو صفا اشاره کردن، در برنامه امروز چندی از مسئولان و مدیران سازمان‌های عضو همگرایی ملی ایرانیان هما در این نشست در این برنامه هستند که سعی خواهیم کرد به عنوان میزگرد این برنامه رو اجرا بکنیم. در برنامه امروز دوستان گرامی آقای دکتر بهرام آبار تشریف دارن، آقای دکتر سعید احمدی و همچنین جناب خسرو بهرام از دفتر امنیت و هماهنگی با نیروهای مسلح درون مرز. اجازه بدید که سوال اول رو من از جناب دکتر آبار بکنم. جناب دکتر آبار، با این وضعی که درون کشور هست، میخواستم که از شما خواهش کنم نظراتتون رو و ارزیابی خودتون نسبت به این وقایع و حوادث جاری در ایران بفرمایید و به خصوص فکر میکنید که این رژیم جمهوری اسلامی با تمام سازوکارهایی که داره چقدر میتونه در مقابل این اعتراضات گسترده و سراسری دوام بیاره. بفرمایید. خواهش میکنم جناب دکتر آباد، میکروفونتون باز بفرمایید. جناب دکتر فوتان، قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، درود میگم خدمت جناب دکتر احمدی، جناب ورهرام و اتاق فرمان که این برنامه رو ترتیب دادن و جناب علی که این زحمت رو کشیدید. و باز هم باید شادباش بگم به تمام هم‌میهنان و در این حال هم با تأسف باید و تعلم خودم رو ابراز کنم به خاطر جوانهایی که در طی این چند روز گذشته در ایران جان خودشون رو فدا کردن برای ایران. البته ما دقیقا نمیدونیم، اینطور که میگویند بین 250 تا 300 جوان ما رو این حکومت کثیف کشته، ولیکن خود حکومت میگه فقط 3 نفر کشته شدن. و هر صورت ببینید، من فکر میکنم که اون 200 تا 300 تا درست باشه. من در جواب سوال شما باید این رو خدمتتون بگم که جمهوری اسلامی در عرض این سال گذشته صدمات بسیار شده، یعنی ضربه های بسیار کالی خورده. اولا تحریم ها ضربه بزرگی بوده و اونها رو شدیداً تضعیف کرده. بعد هم اتفاقاتی که در عراق افتاد، در لبنان افتاد و در
یمن افتاد در پیامد این تحریم ها، یعنی جمهوری اسلامی اشغالگر ایران پول دیگه نداشت که به اینها بده، نمیتونست اینها رو باز هم تطمیع بکنه که بیان و کارهای انجام بدن که این حکومت کثیف میخواد. الان این حکومت در واقع شدیداً در تنگنا قرار گرفته و ملت ایران هم که بپا خواستن، جوانان ما الان مبارزه شدید میکنن با این حکومت، بنابراین برای عرصه تنگ شده برای این حکومت و بسیاری از افرادی که در این حکومت هستند در رده های پایین هستند، اینها از مردم هستند، به مردم میپیوندند. ما میدونیم که شاهدش بودند در ایران که بسیاری از افرادی که در بسیج بودند یا در سپاه بودند یا جزء اون انتظامات کشور بودند به مردم پیوستند. حتی بعضی ها افراد بزرگی رو، افراد دانه درشت ها رو، اون دزدها و قاچاقچی ها رو اعدام کردند یا ترور کردند. به هر صورت من فکر میکنم که این حکومت مدت زیادی قدرت تحمل نخواهد داشت. چرا؟ چون مردم بلند شدن به خاطر این صدماتی که 40 سالی حکومت بهشون زده و بر علیه این حکومت دارن مبارزه میکنن. مبارزه در حقیقت مسلمانامیز، ولی حکومت با تیراندازی از بالای ساختمان ها یا اینکه افرادی که در خیابان ها میگردن با تیر مردم رو میزنن یا با چاقو مردم رو میزنن، باعث میشوند که عده زیادی زخمی بشن و کشته بشن. حتی ما میدونیم که زخمی ها و کشته ها رو میدوستند و میبرن برای اینکه سر صداش در نیاد. در صورت این حکومت شدیداً ترسیده و این ترس در سراپای این حکومت رو ما میبینیم. خود خامنه ای یا خود این روحانی و افراد دیگر که در حکومت هستن از قیافه هاش مشخص است که شدیداً ترسیدن و اینها قدرتی رو نخواهند داشت که ملت رو بیشتر تحت فشار قرار بدن و من مطمئن هستم که به زودی این نهضت، این جنبش، این خیزش به نتیجه مثبت خواهد رسید و این حکومت کثیف رو براندازی خواهد کرد. سپاسگزارم. من سوال شما رو فکر کنم جواب دادم. حتما، خیلی با سپاس. و شما اگر ممکنه سوال خودتون از جناب دکتر احمدی بفرمایید. از جناب دکتر احمدی من سوال دارم در مورد اینکه واکنش های سازمان ها و نهادهای بین المللی نسبت به وقایع درون ایران چگونه بوده؟ در برخی از ویدیوها ارسالی که از داخل ایران می‌بینیم که نیروهای سرکوب به آمادگی به اماکن عمومی، مغازه‌ها، بانک‌ها، اتومبیل‌ها، اتومبیل‌های مردم حمله می‌کنند، اون‌ها رو تخریب می‌کنند، چرا این کار رو می‌کنند؟ و چه هدفی در این روش دارند؟ جناب دکتر احمدی این سوالی که از شما می‌کنم، البته این در واقع دو سوال بود. سوال اصلی همون واکنش های سازمان ها و نهادهای بین المللی نسبت به وقایع درون ایران چگونه بودند؟ سپاسگزارم از جناب علی. درود می‌فرستم خدمت جناب برهان و جناب فروتن گرامی و سپاس از اتاق فرمان و کارگردان. من ابراز همدردی می‌کنم در مرتبه نخست با ملت قهرمان ایران و کسانی که جان باختگانی در راه آزادی تقدیم کردند به آزادی ملت ایران، و همچنین درود می‌فرستم به زنان و مردان قهرمان ایرانی که در صف اول مبارزه در برابر رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی ایستادند. در پاسخ به پرسش جناب علی بایستی عرض بکنم که توطئه‌ای که در دهه 70 بر علیه نظام شاهنشاهی ایران و ساختار مدیریت ایران آغاز شده بود و با اون توطئه این رژیم واپسگرا رو روی کار آوردند، هنوز هم ما آثار حمایت کسانی رو که در روی کار آوردن اینها نقش داشتن رو میبینیم و سکوت مرگبار رسانه‌های جهانی در مورد وقایع بسیار فجیع که در ایران رخ میدهد رو شاهد هستیم. و به جز موارد معدودی که برخی کشورها مانند فرانسه و یا آلمان ابراز نظر کردند در مورد کشتارهایی که رژیم میکند و ابراز نگرانی کردند از آنچه که رخ میدهد و برخی سازمانهای حقوق بشری، ولی به طور کلی آنچه که مشاهده میشود حکایت از این دارد که جامعه جهانی چشم خودش رو بر روی جنبش بزرگ ملت ایران بسته است و میخواهند با نادیده گرفتن این جنبش به دوام این رژیم کمک بکنند. اما پیامی که میتوانیم به جامعه جهانی بدهیم این است که دیر یا زود این رژیم رفتنی است
و ملت ایران با عزمی راسخ تصمیم گرفته است که این رژیم رو برکنار کند و رژیمی که تبلور اراده ملت ایران باشد در آینده نزدیک روی کار بیاید. بنابراین به نفع جامعه جهانی است که به جای حمایت از یک چنین رژیم ددمنشی حمایت کنند از یک ملت بزرگ و با فرهنگ و باستانی یعنی ملت ایران و بکوشند تا روابط خودشون رو با ما یعنی ملت ایران نگه دارن تا با رژیمی که در حال سقوط است. بسیار سپاسگزار هستم از پرسشی که از من فرمودید. پیزه بدید اون سوالی که شما از من بعد میکرد احتمالاً در رابطه این امکان وجود داره که رژیم از مواضع خودش پایین بیاد و مثلا قیمت بنزین رو به قیمت عادی برگردونه. احتمالاً اگه این کار رو بکنن شما فکر میکنید که مردم چگونه واکنش انجام خواهند داد؟ با سپاس از جناب نادر فرید مدیر کارگروه تولیدات کنگره و سوالات مهمی رو که مطرح کردن که در این میزه گرد ممکنیم از یکدیگر بپرسیم و نظراتون بگیم. نظر من بنا به شواهد و اسنادی که دارم از جمله صحبتی بود که یکی از نمایندگان و اعضای نافرمانی‌های مدنی در داخل کشور و در یکی از سازمان‌هایی که سازمان ما هستند که نهاد مردمی هست و تعداد زیادی در شهرهای مختلف در ایران مدیرانی دارن، مدیر شیراز، جواب ازید من جواب ایشون رو به شما و دوستان بدم. جناب دکتر احمدی، این عزیز در شیراز که تمام صحبت می‌کرد جملهش این بود، گفت مردم خسته شدن بعد از 40 سال بدبختی، کشتار، تجاوز به مالشون، به جانشون، به بانوانشون، به زنانشون، به خواهرانشون، اعتیاد و غیره. و این دقیقا جمله سی گفتن. گفتن اگر رژیم جمهوری اسلامی بیاد بنزین رو بکنه لیتری 1 ریال و یا یارانه ها رو بکنه ماهی 1,000,000 تومان. اینو من از خودم نمیدم، حرف ایشون رو که دوبار تکرار کرد، صداشم هست، گفت مردم دیگر کوتاه نمیاد. مردم ایران این رژیم رو دیگه نمیخوان. بنابراین رژیم ما باید احتمالش رو بدیم که اینها حالا رایانه رو ببرن بالا، قیمت بنزین رو کم بکنن، اون تعداد لیترهای بنزین رو که میخوان مردم بگیرن بیشتر بکنن، روحانی رو بخوان بندازن بیرون، قاسم سلیمانی رو نمیدونم حالا بذارن کنار، هر کاری که بکنن. اینها فقط و فقط باید ما اونها رو به نظر من به عنوان نشانه و علامت سستی، ضعف و بدبختی رژیم بدونیم. مانند تمام کشورهای جهان در سالهای گذشته، به دههای گذشته، وقتی رژیم به سطوح میاد و دیگر کاری نمیتونه بکنه، سعی میکنه مهره عوض کنه، نخست وزیر عوض کنه، وزیر عوض کنه، سفیر عوض کنه، به مردم باج بده، مردم دیگه اینها رو نمیخوان. بنابراین به نظر من بر اساس اسناد و شواهدی که میاد، اینها 100% یه همچی کاری خواهند کرد، سعی میکنن که مردم سر مردم کلا بذارن. ولی پیام از داخل کشور و به خصوص این مدیر شهر شیراز که توضیحات دیگری هم دادن و در طول برنامه اگر وقت باشه من راجع به دیگر صحبت‌های ایشون که دیشب زنگ زدن و گفتن توضیح خواهم داد و امیدوارم که پاسخ شما رو داده باشم. اجازه بدید اینجا من از جناب خسرو برهرام که مسئول بخش امنیتی و هماهنگی با نیروهای مسلح در داخل کشور هستند در کنار دکتر احمدی، این سوال از ایشون بکنم. جناب برهرام گرامی، الان به نظر شما در این موقعیت و شرایط این قدرت حاکمی که جمهوری اسلامی داره در وضعیت موجود، تصمیمات سیاسی، امنیتی و نظامی رژیم رو چگونه می‌بینید؟ نتایج و عکس العمل‌های آنها رو چگونه می‌بینید؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم جناب بهرام گرامی. اسلام علیکم. با سپاس از اتاق فرمان و سپاس از جناب دکتر فروتن، جناب آوار و جناب احمدی، و درود می‌فرستم بر مردمان دلاور و رشید و غیور و رزمنده ایران در وضعیت حاضر، و سپاس دارم از مجموعه تمام کسانی که در این شرایط هولناک به حمایت از مردم در داخل ایران برخواستند. رژیم جمهوری اسلامی که ما اون رو رژیم مینامیم، برای اینکه این دولت ملت نیست، هیچ سیستم سیاسی هم نیست، فقط میتوان بهش رژیم گفت، که من اون رو یک سیستم فاشیستی مذهبی نوع ولایت فقیه امام زمانی
و بر اساس ولایت فقیه میدانم، در حال حاضر در مرگاورترین گردابی گرفتار شده است، گرداب هولناکی که بحران در وضعیت کاملا حادی هست و این بحران و این گرداب رژیم رو داره به درون میکشه. مجموعه تمام سیاست های رژیم، اما سیاست های امنیتی، سیاست خارجی، داخلی، اقتصادی و سیاست داده، کلن در طول این سالها با شکست مواجه شده. صدور انقلاب با شکست مواجه شده. الهام استاب الهیات رهایی بخش در سطح جهانی شکست خورده. هلال شیعه ضربه شدید خورده و جمهوری اسلامی در تمام موازین فکری به لحاظ تئوری و عملی خودش هیچ حاصلی نداشته است و اکنون تمامی این بحران ها به درون حاکمیت بازگشته. نوع عملکرد این حاکمیت در سال 95 در جریان پاسارگاد، نوع 96 این عکس‌العمل حاکمیت در سال دیماه 96 با امروز تفاوت های آشکار داره. اگر در سال 88 مردم با شعار رأی من کو و یا حسین میر حسین به میدان آمده بودند، امروز تمامیت رژیم جمهوری اسلامی رو و ساختارش رو و دنباله‌هاش رو زیر سوال قرار دادن و خواهان سرنگونی تمام حاکمیت جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها هستند. امروز ما با فرقه، حزب، دسته، قومیت و هیچ نوع دیگری روبرو نیستیم. امروز ملت یک پارچه تمام و کامل و به عنوان یک ملت و با قدرت یک ملت به عنوان مالک یک کشور و برای دستیابی به قدرت قانونی یک کشور تماماً به پا خواسته و با این رژیم در حال مبارزه و جنگ واقعی هستند. آمارهایی که از درون میرسه و داده های اطلاعاتی حکایت از این میکند که ما در یک وضعیت بحرانی قرار داریم و این وضعیت بحرانی وظایف حادی رو و وظایف مهمی رو در پیش پای ما قرار میده. تا این لحظه همینطور که جناب دکتر آبار فرمودن، آمار درست هست، حدود بیش از 300 کشته و 3000 مجروح. این بجز کسانی که مفقود شدن، بجز کسانی که اطلاعی ازشون در دست نیست و بجز کسانی هست که در گوشه و کنار برصد از سرنوشتشون ما اطلاعی نداریم. سرکوب به قدری شدید است که کار به تیرانزی با هلیکوپتر در بوکان کشته. رژیم با توپخانه مردم رو مورد حمله قرار میده و این سرکوب در کردستان و خوزستان، شیراز بی اندازه شدید هست، در اصفهان بی اندازه شدید هست، در تمامی نقاط ایران و این بار یک پارچه مردم به پا خواستند. سپاس از جناب بهرام گرامی. قبل از اینکه جناب بهرام سوالشون از آقای دکتر آبار بکنن، دوستان گرامی، یادمون رفت بگیم که این برنامه مانند همیشه به طور زنده از شبکه رادیو نارمک داره پخش میشه. با سپاس از عزیزان ما جناب مهرپویان، جناب عصری و بانو دلبخش و دیگران که همیشه این برنامه رو به طور زنده پخش میکنن از رادیو نارمک که در درون کشور نیز بسیاری دیدن داره. و همینجا دوستی با نام نکیسا نوشتن در این شرایط، در فیسبوک نوشتن این در این شرایط باید یادمان برود اگر بی‌طرفیم، پادشاهی هستیم، جمهوری خواه هستیم، کمونیست هستیم، درویش هستیم و غیره، الان فقط باید با هم باشیم، ایرانی داخل و خارج اتحاد. جناب برهرام بفرمایید سوالتون رو از دکتر. جناب دکتر وارد ممکنه استاپ کنم از خدمتتون، بفرمایید که آیا ما الان در شرایط مبارزه مسالمت‌آمیز هستیم که مسائل حقوق مدنی این صحبت ها مطرح است، یا مبارزه قهرآمیز است؟ و اگر در مبارزه در حال در وضعیت مبارزه قهرآمیز قرار داریم، تاکتیک های عمدهش رو بفرمایید. من جمعه ایده رو رد می کنند مسئل خوشونت رو بشری آورده از این حرفا، و اما اگر که در مقابل گلوله ایستاده یه اند مردم ایران و چاره ای ندارن، سینه هاشون رو سپر کردن، چگونه باید مقاومت کنن در مقابل یک رژیم صفاک خونخوار بی‌رحمی که
مفهوم داشته. سپاس از سوالی که فرمودید و درود مجدد به دوستان و همچنین به ملت آزاده و بزرگ ایران، جوانان غیور و شجاع ما که در خیابان‌ها با این رژیم مبارزه می‌کنند. این رژیم تبهکاران اسلامی، این اشغالگران ایران با تمام نیرو سعی می‌کنند که مردم رو، جوانان ما رو سرکوب کنند و این نیرو از هر جهت با قدرت بسیار زیادی، با آتش، با امکاناتی که داره، همونطور که شما فرمودید با توپ، حتی ممکنه با تانک هم به زودی به خیابان‌ها بیاد، این کار رو انجام میده. ولی که من مطمئن هستم این اول کاره و مسلماً اون کسانی که این توپ‌ها رو و تانک‌ها رو میرونند و ازش استفاده میکنند، اینها هم بالاخره به عقل میان و فکر میکنند که دارند ملت خودشون رو از بین میبرند، مگر اینکه البته اینها کسانی باشند از خارجی ها، اجنبی ها، که اونها رو مزدور کرده باشند، آورده باشند. ولی در هر صورت من مطمئن هستم که این افراد به زودی به این نتیجه خواهند رسید که این کارها کار درستی نیست. با این برنامه نمیتونن با 80 میلیون جمعیت ایران، یعنی نزدیک به 70 میلیون کسانی که در حقیقت میتونن به پا بلند شن و مبارزه بکنن، مبارزه کرد، اونها رو سرکوب کرد. اون هم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ملت ایران، مردم ها الان بیش از یک ساله که به خیابان ها میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور رضا شاه، روحت شاد. یعنی چی؟ یعنی ما دیگه شما رو نمیخوایم، شما باید برید. ما رضا شاه رو میخوایم، ما محمد رضا شاه رو میخوایم، ما همون رو میخوایم که 40 سال پیش در ایران وجود داشت. یک اعتبار، یک ارزش و یک ایرانی که در دنیا محبوب بود، با ارزش بود. ایران به این ترتیب در 40 سال به جایی رسیده که از کشورهای عقب افتاده آفریقایی هم پایین‌تره، بی‌ارزش‌تره. از نظر اقتصادی اومده تقریبا به صفر رسیده. بنابراین مردم ما، جوانان ما این مبارزه رو ادامه خواهند داد اگر اینا هم بمب‌های آتش‌سوز هم بیارن، ایران رو به آتش هم بکشن. با اینها مبارزه خواهد شد، اینها رو بیرون خواهند کرد. به نظر من هم وقتی که جوانان ما میبینند اینها با خشونت رفتار میکنند، باید در مقابل اونها خشونت انجام بدن، باید با تمام امکاناتی که وجود داره در مقابل اینها بایستن. اینطور که من شنیدم، اینطور که ما دیدیم در شیراز، پادگان ها رو مردم در واقع فقط کردن و اسلحه ها رو گرفتن. یعنی الان اسلحه هست در دست مردم، بسیار هست، RPG هست و وسایل دیگر هست که میتونن بر علیه تانک و هلیکوپتر و غیر از ذلک این کار رو انجام بدن. ولی من میدونم که ملت ما ملت نجیبی است. ملت ما سعی میکنه که اول با مسالمت پیش بره، بعد خوشنودشون بده. امیدوارم که هر چه زودتر این قائل خاطر پیدا کنه. عذر میخوام. سپاسگزارم از شما. من مثل که سوالی باید از جناب احمدی بکنم. جناب فروتن، به نظر شما اگه اجازه میدید من از جناب احمدی سوال دوم رو میکنم که قبلا هم اینو خوندم. جناب دکتر احمدی، در برخی از ویدیوهای ارسالی از داخل ایران می‌بینیم که نیروهای سرکوب به اماکن عمومی، مغازه‌ها، بانک‌ها، اتومبیل‌ها و وسایل مردم حمله می‌کنن، اونها رو تخریب می‌کنن. چرا این کارو می‌کنن؟ چه هدفی پشت این تخریب اماکن عمومی خوابیده؟ بفهمید این سوال. بله، سپاسگزارم از جناب علی. حضورتون عرض کنم که من با شخصی امروز از ایران زنگ زده بود، صحبت میکردم در منطقه شهریار و دقیقا آنچه را که مشاهده کرده بود برای من شرح داد که نیروهای یگان ویژه ایستاده بودند و عده‌ای به یک بانکی حمله کردند و بانک رو با آتش کشیدند. بعد از اون نیروهای ویژه به حرکت در آمدند، مردم رو به سمت بانک دیگری در واقع هدایت کردند و مردم این بانک رو با آتش کشیدن و به همین ترتیب 4 بانک رو اون اشخاصی که حمله کرده بودن به بانک ها به آتش کشیدن و نیروهای یگان ویژه فقط تماشاگر بودن بدون اینکه عکس العملی نشان بدن. بنابراین اینها حکایت از این میکند که رژیم با طرح برنامه هایی کوشش میکند که جنبش مدنی ملت ایران رو به عنوان یک جنبش تروریستی و خشونت‌آمیز نشان بدهد و طبیعی است که حکومت‌ها حق دارند
در برابر خشونت و در برابر اعمال اینچنین بایستند و به این ترتیب است که آقای خامنه‌ای و دستگاه او میخواهند مشروعیتی به کشتار مردم مظلوم ایران بدهند. اما آنچه که ما میدانیم و از داخل خبر میرسد و آنچه که جامعه جهانی بایستی بداند این است که مردم ایران در طی 40 سال زیر یوغ فشار استبداد، استعمار و استعمار مقاومت کرده اند و کوشیده اند به عنوان مردمانی متمدن در برابر یک رژیم خشونت‌آمیز تا دندان مسلح بایستند و این سابقه کار ملت ایران است و سابقه اندیشه ملت ایران. بنابراین آنچه که امروز رژیم استفاده می کند برای بدنام کردن مردم در حقیقت بیش از گذشته خودش رو بدنام می کند. از سوی دیگر علی خامنه ای و افراد تحت امر او بر این باور هستند که با ایجاد تفرقه میان نظامی ها و پاسدارها، با کشتن کسانی که تمکین نمی کنند از اوامری که صادر می شود برای سرکوب مردم و ایجاد اختلاف میان گروه های مختلف نظامی، ایران رو سوریه ای بکنند. و ما این رو بارها از آخوندهای مختلف شنیده ایم که اگر ما برویم ایران هم با ما خواهد رفت. بنابراین هوشیاری ملت ایران در اینجا بسیار ضروری است. نیروهای انتظامی به خصوص که در سطح شهرها هستند باید بدانند که رژیم به زودی خواهد رفت، ملت ایران خواهد ماند همچنان که در طول تاریخ مانده است. حکومت ها می آیند و می روند اما ملت ها باقی می مانند و بنابراین شما هستید که امروز وظیفه و شرافت سربازی شما به شما حکم می کند که مراقب اوضاع باشید، مواظب ملت ایران باشید و بکوشید تا آنجا که می توانید ملت رو از این آسیب ها مسئول بدارید و در این حال اجازه ندهید که عوامل مخرب رژیم بتوانند چنین حرکاتی رو انجام بدهند. گروهی با پتک بسیار مرتب و منظم وارد می شود و به خرد کردن شیشه مغازه ها و یا اتومبیل های مردم می پردازند. اینها از مردم نیستند. اینها همه ترفند هایی است که رژیم به کار می برد برای چند سبای بیشتر که عمر بکند. اما عمر رژیم به پایان رسیده. هیچ گونه امیدی برای نجات رژیم باقی نمانده. مردم بایستی با استواری بایستند و وحشتی که رژیم این روزها از ملت ایران دارد به مراتب بیشتر از وحشتی است که احیانا مردم می توانند از نیروهای سرکوبگر داشته باشند. بنابراین پیروزی از آن ملت ایران است و به زودی شاهد این پیروزی خواهیم بود. سپاس از شما. با سپاس. قبل از این که جناب دکتر احمدی سوالشون از من بکنن اجازه بدید که یه مورد توضیح بدم و اتاق فرمان لطفاً اون تظاهرات امروز که در آلمان هست و عزیزان ما در کنگره در شرکت دارن آماده کنید که بعد از این توضیح من پخش بفرمایید. یک این که همون جوری که جناب دکتر احمدی گفتن دقیقاً اطلاعات دقیقی ما از دیشب داشتیم، از شیراز هم به خصوص داشتیم و الان جناب جلال آریایی نیست که در تماس مستقیم با مدیران درون محلی هستند و محلی هممیهنان ما همونجوری گفتیم دوستان نجیب هستن، اینها نیستن که رفتن بارها بانکا رو زدن و سفوندن. خود نظام لباس شخصی فرستاده میفرسته که اینها بزنن با بانکا رو بسوزونن به دو دلیل. یکی این که گردن زن تقصیر مردم به اون هوا برن مردم بزنن و بکشن. دومی که احتمالاً شاید فکر میکنن اگه بانک نباشه پول هم نیست، مردم خرج نمیتونن برن پول در بیارن، نون و آب و واسه تظاهرات این غیر. این یه تنها جایی که خبر از شیراز روز اومد که مردم رفتن و حمله کردن و یکی دوست هم آتیش زدن، در به طور کلی جاهایی بودی که از اونجا به طرف مردم یا تیراندازی میشده و یا اینکه مامورای بسیج رو در اونجا بودن میفرستادن مردم بگیرن. از جمله یکی از مساجد که اسمش هم گفتن من یادم نیست، از اون مسجد بسیج میومده بیرون و تیراندازی میشده، اینا اون مسجد رو سوزوندن. نه به خاطر اینکه مسجد جای عبادت بوده، به خاطر اینکه محل این بسیج ها و حکومت افرادی بود که مردم میزنن. دوم اینکه گفتن که یه سری از این سوپرمارکت ها اسمش هم مثل این گفتن کوروش اینا که مال سپاه پاسداران هست،
اونا رو زدن، حتی سر قارت کردن به خاطر گوشتگی و بدبختی و بیپولی و حمله به سپاه. این رو میخواستم توضیح بدم و تایید بکنم. اگر اتاق فرمان آماده هستن، هم‌میهنان ما تو این سرما از دیر سالا، بانو مقدم، شیما مقدم و دوستان دیگر، آقای زارزاده و بسیاری دیگر در شهرهای مختلف هستند. یکی دو تا کلیپ کوتاه داریم نگاه میکنیم و بعد دکتر احمدی سوالشون از من خواهم کرد. اتاق فرمان لطفا ویدیو رو نشون بدید. درود دارم خدمت همه گی هموطنانم و همه یارانم که صدای من رو میشنوند. امروز سه شنبه ما با همه ایرانیای شهر بلخ و این جلوی سفارت اعتراض میکنیم به سرکوب‌های گسترده‌ای که الان در ایران هست و داریم پشتیبانی میکنیم از خیزش مردم. امیدوارم که مردم ایران صدای ما رو بشنوند و بدونن که قلب و روح ما با اونها هست. ما هیچ وقت وطن خودمون رو فراموش نمی‌کنیم. امیدوارم که موفق باشن، روحیه خودشون رو حفظ بکنن، توی خیابون‌ها بمونن. ما هم تو فکر اونا هستیم و سعی می‌کنیم هر روز بیاییم اینجا و جلوی سفارت اعتراض بکنیم. پاینده باشیم، پیروز، پاینده ایران، پاینده ایران. با درود خدمت هموطنان ایران و هموطنان بیرون از مرز، ما امروز جلوی سفارت جمهوری ننگین اسلامی در برلین پایتخت آلمان جمع شدیم و همینجور که می‌بینید تعداد زیادی از هموطنان خارج از میهن اینجا جمع شدن و در اعتراض به خشونت ها و قتل و کشتاری که در ایران در حال وقوع است و خط اینترنت اعتراض خودشون رو نشون دادن و با شعارهای گوناگونی از قبیل مبارزه با ضد حقوق زنان و خط اینترنت و اعتراضات علیه رژیم آخوندی در جریان هستش و همینجور که می‌بینید تعداد زیادی بیش از 300 نفر در اینجا جمع شدن و کماکان به جمعیت افزوده میشه. این گزارش رو از برلین پایتخت آلمان تقدیم کنم به کنگره رهایی ایران. بدون با سپاس از دوستان گرامی در اروپا، منو اینجا اون اسم مسجد شیراز رو گفتن، مسجد گلدش بوده که از توش تیر می‌زدن، ماموران بودن و مردم اون رو آتیش زدن. دکتر احمدی بفرمایید، خواهش می‌کنم سوالتون از من. بله جناب فروتن گرامی، پرسشی من از جناب عالی دارم و اون این است که در این شرایط بسیار حساس، خطرناک و در عین حال سختی که بر ملت ایران تحمیل شده است و تقریبا مردم تنها هستند و جامعه جهانی تقریبا چشم پوشی کرده از بر جنبش بزرگ ملت ایران، ملت چه میتواند بکند؟ چگونه میتوانند به هم کمک بکنند؟ چگونه میتوانند به هم یاری برسانند، روحیه بدهند برای ماندن در میدان و شکست دادن دشمن پلید؟ سپاسگزارم. با سپاس از شما دکتر احمدی گرامی و سوال بسیار مهم. ببینید، ما مردم که میگیم چگونه میتونن به هم کمک بکنن، به نظر من ایرانیان تمام جهان هستن، البته به خصوص درون مرز، ولی همونطوری که دیدیم اونهایی که در خارج نیست هستن، اون کاری که ازشون برمیاد انجام داده و میدن. الان این دوتا ویدیویی که دیدیم از دو نفر از هموطنان ما بود در کنگره که در کنار بسیاری دیگر این تظاهرات رو در خارج انجام دادن. اتاق فرمان اگر عکسی هست از دکتر وسو رفتن از وین امروز تو ورشو، اونجا با دو نفر رفتن، تعداد دیگری هم بودن اونجا، پرچم سرنگ شیرو خورشید و پرچم آمریکا و دوستی اینها رو نشون دادن. فردا فکر می‌کنم که چهارشنبه هست در وین جلوی سفارت آمریکا و غیره تظاهراتی هست و همینجوری تظاهرات در انجام میشه. این برون مرزی ها هست و ما داریم سعی خودمون میکنیم در خارج با این نامه نوشتن، تلفن زدن، توییت کردن به پرزیدنت ترامپ، به آقای پامپیو، به تمام اتحادیه اروپا، به اینا بگیم که باید نگاهشون به ایران باشه، پشتیبانی بکنن. مسلما هممون شنیدیم راجع به درخواستای ایرانیان برای اینترنت، باید دید که تا چه مقدار اینا این توانایی ها رو دارن، گفتن که تمایل دارن. میدونیم که سفیر آمریکا در ایران گفته، در آلمان گفته که این توانایی ها هست، باید ببینیم که چقدر سریع اینها میخوان یا میتونن که این کار رو انجام بدن. در درون مرز
همیهنان ما دقیقا میدونن چه بکنن. احتمالا شما اون فیلم ها رو دیدید که اون فیلم که خانم نشسته منزلش و داره با نون و پنیر و اینا ساندویچ درست میکنه، میگه من دارم اینا رو جمع میکنم ببرم سر خیابون رو اونایی که تظاهر هستن بدن. الان مردم ما در درون کشور این با اتفاقاتی که افتاده به نظر من و بسیاری از تحلیلگرانی که در درون رابطه باشه دارن و اطلاع دارن میگن که هرچه بیشتر باید مردم بمونن، نرن از خیابونا بیرون. البته سرما هست، البته بارون هست، البته برف هست، ولی به همدیگه کمک کنن. اونایی که نمیتونن ساعتهای زیادی باشن غذا ببرن، پتو ببرن، چای داغ ببرن، آب گرم، ترمون سرچی بیدارن ببرن که اونایی که بیرون هستن واقعا بتونن که دوام بیارن. و مسلماً تلفن خیلی مهمه. در کنگره رهایی ایران شماره تلفنی هست که اگر فرصت باشه زیر صفحه پایین گذاشت، در برنامه قبلی هم بوده. الان تلفن ها کار میکنه. خود من از دیروز تا حالا حدود 150 تا از افرادی که سالها میشناسیم از وسط جنگل و از بیرون تو خیابونا زنگ میزنم، پیام میدم و همینجوری در رابطه با مسائل دیگر. کاری که مردم ایران نمی کنن که الان بازم دارن از اینا میگن این هستش که مردم فقط حوزه ها و دفتر نماینده رهبر رو با آتش میکشن، نه بانک ها و مغازه ها رو. برای اینکه ملت ایران میدانن که این مکان ها، بانک و غیره، متعلق به مردم ایران هست. مردم ایران نجیب هستن، مردم ایران عاقل هستن و این کارا رو نمی کنن. بنابراین همه باید دست به دست هم بدن، اطلاع رسانی بکنن، جاده ها رو بند بیارن، همونجه قبلا گفته بودیم اگر میتونن اون دوربین های ترافیک و شب یا اگر هر جور دیگر میتونن اونا رو سعی کنن که یا بشکنن یا جلوشون رو بگیرن که این رای انتظامی نتونن از اون استفاده بکنن. و این رو ما بتونیم هر جوری میتونیم مرد عزیزان در درون کشور ادامه بدن و ما در خارج. اینم بهتون بگم مزدورا را افتادن. همین الان که این برنامه زنده در فیسبوک داره انجام میشه، کسی که اسمشو میخونم که مسلماً اسمش هم دروغه، یک شخصی به نام معصومه آلینا علیانا یا فلانه یه عکس هم داره که اومدن و دارن به این برنامه و کسانی که به اسد ایران دوست هستن توهین میکنن، که البته دوستان دیگر جوابشون دادن. پس دوستان عزیز این اشخاص رو پیدا بکنید، بلاک بکنید در خارج از کشور، همینطور در درون کشور هم، چون میدونیم که سربازها رو از جای دیگه، افغانستان و جای دیگه دارن میارن که مردم رو اذیت بکنن، یا عراق، اونها باید دستگیر بشن، اونها باید به دنیا نشون داده بشن. اجازه بدید که من اینجا سوال بعدی رو از جناب برهرام بکنم. جناب برهرام گرامی، شما که سابقه دارید که در نیروهای مسلح و انتظامی ایران بودید، به نظر شما و میدونم مستمر شبانه روز شما و شبکتون با درون کشور در تماس هستید، میزان استعداد، گسترش و پتانسیل این تظاهرات و روند تحولات در روزهای آتی رو چگونه برآورد میکنید؟ بفرمایید. خواهش میکنم جناب برهرام گرامی. من با دو دید این مسئله رو من نگاه میکنم. یک دید عام و کلی به صحنه ایران که اکنون تمامی استانهای ایران رو تظاهرات فرا گرفته و مردم در تمامی استانها و شهرها و شهرستانها و بخشها در وضعیت مبارزه هستند با رژیم جمهوری اسلامی. و اما چه تفاوتی دارد نوع این تظاهرات؟ این تظاهرات بدون سازماندهی، بدون رهبری، بدون کمک بیگانه در وضعیت فعالیت است. درست مثل تظاهراتی که در عراق هم انجام شد، در لبنان هم به گونه دیگر انجام شد. درجه شدت تظاهرات در وضعیت قرمز است، یعنی مردم در وضعیتی هستند که جان و مال خودشون رو در خطر کامل می‌بینن و به دور از هر گونه حزب و اتحادیه و قومیت و این گونه مسائل، همه با هم پیکان همراهشون رو متوجه رژیم جمهوری اسلامی کردن و خواهان سقوط رژیم هستن. تاکتیک‌های اینها در صحنه نشانگر این است که در کردستان به نوعی، در آذربایجان به نوعی، فارس به نوعی، سیستان و بلوچستان به نوعی، شمال ایران و غیره به نوعی، ولی جمعاً وضعیت مبارزاتی اینها رو
درست مثل قالی ایرانی نشون میده، هر گوشش رنگی و وضعیتی ولی همه با هم در یک چارچوبه مشترک هستن. تاکتیکای جدید مبارزاتی، مثلا فرض بفرمایید که آقای روحانی فکر میکردن که بله مثلا ما تعطیل، ما مردم را با دوربین ها در اختیار داریم، این دوربین ها شاید 70% شناس کار افتاده، مردم به وسایل مختلف دوربین های ترافیک رو، حتی دوربین های حفاظتی رو، حتی دوربین های مغازه ها یا ادارات دولتی رو که در جای جا هستن بسیاری از کار انداختن، برای و تاکتیک های جدید درست کردن کوکتل مولوتوف هست، پخش کردن در محلات هست و بسیاری از واحد های زرهی و خودروهای نیروهای سرکوب به وسیله کوکتل مولوتوف ها آتش گرفتن، عقب نشستن، ریختن میخای سگوش همراه با روغن در کف خیابان ها برای اینکه سرعت وسایل نقلیه ضد شورش در حقیقت یا نیروهای سرکوبگر به حد اقل برسه. و حتی من شنیدم که آب جوش از بالای پشت بام ها به داخل خیابان ها بر سر مامورین ریخته شده، بعضی جاها خر صدا شده، خود مقامات دولتی اصرار میکردن که ما سلاحهایی رو دیدیم که به صورت استاندارد در ایران وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی بجز سلاحی که خودمون در اختیار مردم قرار داریم و جواز داره رسما، و بجز سلاحی که به صورت غیر مجاز هر حد توی هر گونه هست، یا کلاشینکوف و امثال هم که دست معمولشون هستن، یا سلاح کمری، سلاحی دیگری آمده است که ما بسیار سلاحی بیگانه هستن. ولی اونچه که مسلمه در این مرحله اگر سرکوب رژیم ادامه داشته باشه، مسلماً بسیاری از مبارزان به فکر مقاومت مسلحانه در مقابل رژیم خواهند بود. الان در بعضی نقاط این اتفاق افتاده، رژیم برای ایجاد اختلاف بین ملیت ها الان نیروهای سرکوبگر را از آذربایجان به کردستان، از کردستان به لرستان، از لرستان به سیستان بلوچستان و غیره و غیره جا به جا میکنه که بگن آقا مثلا فرض کنید که لور بود شما رو کشت، یا کرد بود شما رو کشت، یا آذری بود شما رو کشت، و در اینا رو در جبهه مقابل قرار بدن و در این حال مأمورین محلی شناخته نشن در محل خودشون و این حالت احساساتی بهشون دست داده که روی مردم خودشون آده. من در بخش آخر که پیامی هست، این کاملا این پیام من به نیروهای سرکوب و نیروهای انتظامی خواهم رسون. من عرض دارم با سپاس از شما همیهران عزیز، چون فقط چند دقیقه باقی است قبل از اینکه هر کدوم از عزیزان میزگیر در حد اکثر 2 دقیقه پیام خودشون برای داخل ایران بگم، اینو من براتون بگم. اولا که از ایران الان خبر اومده بیشتر دوربین های ترافیک، سیستم مرکزی دوربین های ترافیک در شهرداری هاست، مبارزان یک به یک در حال از کار انداختن اونها سیستم ها هستن و رضا مقدم نوشته در رابطه با اون شکندونا، این ماموران مزدور بودن که از روز اول که مردم فقط ماشین رو در خیابونا خاموش کرده بودن برای اعتراض، این مزدوران شروع به شکستن شیشه های ماشین ها و تخریب آنها هم کردن، ویدیوهای اونها هم موجود است. بنابراین اینجا از دوستان درخواست میکنم که از دکتر آوار گرامی 2 دقیقه، دکتر احمدی 2 دقیقه، خود من 2 دقیقه و دکتر جناب بهرام 2 دقیقه که ما بتونیم برنامه رو سر موقع پایان بدیم. پیام آخر به عزیزان درون مطب فهمید دکتر آوار گرامی. سپاسگزارم. ملت بزرگ ایران، بانوان، شیر زنان و جوانان شجاع و دلیر ایرانی، این رژیم تبهکاران اسلامی، این اشغالگران ایران از نیروی همبسته شما شدیدت میترسند و به زودی فرار را بر کشتار مردم ایران و قرار گرفتن در مقابل شما ترجیح خواهند داد. شما می دانید که نیروی همبسته مردمی بالاترین نیرو هاست و اشغالگران ایران از این نیرو هست که می ترسن. اما شرط ها این است که شما جبهه جنگ با مزدوران رژیم کثیف فاسد اسلامی را با راه و روش هایی که تاکنون به کار بسته اید خالی نکرده و نیرومند تر نمایید. رژیم
در حال سقوط کامله و به زودی در هم خواهد شکست. شما پیروزید، زیرا همه با هم و همبسته رژیم رو هدف گرفتید. ما هم پشتیبان شما هستیم. ما هم در خارج ایران صدای شما رو، عکس‌های شما رو، فیلم‌های شما رو به دنیا نشان خواهیم داد، به مردم دنیا، و با آنها خواهیم گفت که ملت بزرگ ایران دیگر حاضر نیست در مقابل یک رژیم وحشی، رژیم سرکوبگر تحمل کند، صبر و بردباری نشان بدهد. آنچه که تا به حال کرده اکنون دیگر باید این رژیم برود، و به خصوص اروپایی هایی که از این رژیم حمایت می کنند باید بدانند در آینده نزدیک جوابگوی رفتار خودشون در مقابل ملت ایران خواهند. آینده ایران و جاویدان ملت ایران. با سپاس از شما دکتر احمدی گرامی، دو دقیقه لطفاً بفرمایید. سپاسگزار. پیام من برای ملت بزرگ ایران در داخل کشور و خارج از کشور این است که از 1979 رژیمی رو بر ایران و ایرانی تحمیل کردند که هیچ گونه سلفیتی با فرهنگ، گذشته، تاریخ، زبان، ادب و جشن‌های ایرانی نداشته و ندارد. رژیمی که امروز حتی در دیگر کشورهای منطقه که کشورهای اسلامی و عمدتاً عربی هم هستند هیچ گونه جایگاهی در نزد مردمان ندارد. بازگشت ایرانیان سرفراز به گذشته خود، به تاریخ و تمدن خود، در حقیقت آغازگر مبارزه بر علیه رژیم فاسد جمهوری اسلامی بوده است. افزون بر اون، مسائل اقتصادی، انزوای سیاسی و سرکوب‌های دائم و نقض دائم و مستمر حقوق بشر در ایران مردم رو به جایی رسانده است که دیگر تاب تحمل رژیم رو ندارن. بنابراین در این لحظات سرنوشت ساز کشور و ملت ما که ملت ایران شجاعانه به خیابان آمده است و برای رسیدن به آزادی و احقاق حقوق خود تلاش میکند، داشتن روحیه قوی به علت اتحاد همه نیروها و اصناف موجود در جامعه، اتحاد میان ایرانیان در داخل و خارج از کشور، این روزها ضروری ترین وسیله است که میتواند در دست ملت ایران برای رهایی از شر رژیم ددمنش باشد. دوباره من تکرار میکنم که وحشتی که رژیم و به خصوص سردمداران آن از اراده قوی ملت ایران دارند به هیچ وجه قابل اغماز نیست، و مردم باید بدانند که رژیم امروز بیش از هر زمان دیگری نگران سرنوشت خود است. بنابراین اکنون که به خیابان آمده ایم و اکنون که جانهایی رو فدا کرده ایم در راه آزادی، باید بمانیم، پایداری کنیم و ایستادگی نماییم تا بتوانیم به خواست خود، یعنی آزادسازی کشور و برقراری حکومتی که متبرور از اراده ملت ایران باشد، برسیم. پاینده ایران و برقرار با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران. با سپاس از دکتر احمدی گرامی، اجازه من از دو دقیقه خودم استفاده کنم. هم میهنان عزیز، 40 سال میگیم که اینها باید برن، بیش از 10 سال میگیم که نزدیک است. الان شما دارید لمس میکنید، ما داریم لمس میکنیم، جهانیان دارن فروپاشی و سرنگونی این رژیم قاتل و داعشی رو حس میکنن. این متاسفانه به خاطر نبودن اینترنت، به خاطر نبودن نیروهای کمک و غیره در داخل کشور و هماهنگی ها سخته، ولی امروز هست که بعد از این همه سالها مردم شریف ایران اگر دست به دست هم بدن، اگر فراحزبی، فرا ایدئولوژی اونجوری که دارن کار میکنن، برادر و خواهر دست به دست هم بدن، پیروزی نزدیک هست. ما هم در برون از مرز همونجوری که می‌بینید سازمان‌ها و اینا رو گذاشتیم کنار، در حال حاضر ما همبستگی رو داریم پیش می‌بریم. در آخر این برنامه ویدیوی خواهید دید برای همگرایی ملی ایرانیان، 8 سازمان معتبر و سازمان‌هایی که اسمشون بوده دور هم جمع شدن با یک نام هما، دارن سعی می‌کنن که یک کار بکنن، یک حرف بزنن، و اون دقیقاً کاری است که ما انجام خواهیم داد و امیدواریم که سازمان‌های دیگر نیز با هم بذاریم صحبت می‌کنیم که این تعداد بیشتر بشه. این آخری رو خدمتتون در آخر بگم. دیروز می‌دونید که 700 صفحه از اطلاعات جمهوری اسلامی و نیروهای اعتراضیش اومد بیرون به دنیا که اینها چگونه 10-20 سال هست در عراق
داشتن کار میکردن جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی این حرفا، اونجا 10 سال پیش اینا رو ما تو رادیو آقای مروتی میگفتیم، رادیو خریدن، تلویزیون خریدن، مجله خریدن، نمایندگان پارلمان رو پول دادن، رشوه دادن. الان عراقی ها هم دیگه اینا رو نمیخوان، سوریه ها اینا رو نمیخوان و ایرانی ها هم نمیخوان. ما پیروزیم چون حق با ماست و مردم ایران با هیچ کسی شوخی ندارن. جناب برهرام 2 دقیقه بفرمایید. خواهشاً من پیامم ابتدا به نیروهای مسلح، نیروهای ناجا و مجموعه افرادی است که در گروه‌های ضد اغتشاش به قول خودشون و نیروهای ویژه و نخبه و غیره هستند. آقایان محترم، هر کجای ایران که هستید، مگر شما شرف ندارید؟ مگر شما انسان نیستید؟ مگر شما پدر و مادر ندارید؟ مگر برادر و خواهر ندارید؟ مگر زن و بچه ندارید؟ آیا این غرور یک سرباز است که با اسلحه اتوماتیک به روی مشتی زن و بچه و پیر و جوان بی‌دفاع در کف خیابان آتش بکشه؟ آیا این وظیفه یک سرباز است که وظیفه‌اش حفاظت از مرزهای کشور است به سرکوب داخلی و ملت خودش بپردازه؟ آیا شما برای این حقوق میگیرید که به خون تشنه هستید؟ آیا شما چگونه نوکری فرماندهان خودتو میکنید؟ فرماندهانی که همه میلیاردر هستند. آیا حسین این رو گفت اگر معتقد هستید در صحرای کربلا؟ آیا حسین آزادگی رو این گونه تعریف کرد؟ آیا شما رو به گرفتن حق تشویق نکرد؟ آیا این حق است که شما دارید انجام میدید؟ این نهایت ظلم و صفاکی است. آیا خدمت به ضحاک ماردوش و یک شیطان مجسم تشنه به خون آیا افتخاری هست برای شما؟ بترسید از فردایی که در مقابل این جنایات جلوی جوخه تیرباران بایستید. بترسید که زن و بچه شما رو سرشون پایین باشه و شرمنده باشن. بترسید از تمام کسانی که شما رو میشناسن و جرأت نمی کنن دیگه نام شما رو به زبان بیارن، عنوان لکه ننگی درون خانوادتون، قومتون، قبیلتون، عشیرتون و ملیتون. من عرض دارم. با سپاس از دوستان گرامی، دکتر بهرام آوار، دکتر سعید احمدی، جناب خسرو برهرام، اتاق فرمان، اجازه بدید که برنامه امروز رو پایان بدیم و با سپاس از همه و برای پیروزی و آزادی مردممون در درون کشور هم دعا میکنیم. امیدواریم و مطمئن هستیم. پاینده ایران، بدرود.